هدف از ظهور چی هست؟ ظهور میخواه چی را برسانه؟ ما به ما چی را میرسانه خلاص ظهور؟ خب خدمت شما رس کنیم امام زمان اجل الله تعالی فرج و شریف که می آین در واقع آن وجود نازنین تکمیل کننده کار انبیا و رسولان الهی هستند بله از حضرت آدم ابوالبشر گرفته تا آخرین رسول خدا آقا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم کامدان اینا هدفی را تعقیب کردند و میخواستن چیزی را در جامعه تحقق ببخشند در واقع آخرین حجت خدا تکمیل کننده همو کاره بنابراین اگر ما خواسته باشیم هدف انبیاء الهی را هدف آقا امام زمان جلال الله تعالی فرج و شریف را بفهمیم هدف ظهور را در واقع درک کنیم و بفهمیم ظهور دنبال چه هدفی است و با ظهور چی چیزی تحقق خواهد یافت و اصلا ظهور چرا میشه ظهور برای چی چیزی میشه این رو باید ببینیم که هدف انبیا الهی چی بوده وقتی اهداف انبیا رو ما در قرآن کریم بررسی میکنیم ما به چند تا عنوان برمیخونیم بله. یعنی از مجموعه آیات به چند تا عنوان برمیخونیم یک عنوان عنوان عبادت خدا و اجتناب از آیه سی و شیش سوره مبارکه خدمت شما از کنم که نحل گفته هر رسول ما فرستیم برای عبادت خدا و اجتناب از یک فن... هدف دیگه که ما بهش بر میخوریم که یعنی انبیاء الهی آمدن که چه کنن در سور مبارک حدید آیه 25 سور مبارک حدیده که اونجا میبینیم که هدف برپایی قسطه یعنی شما. انبیاء الهی آمدن رسولان الهی آمدن تا مردم قسط را برپا کنن عدل برپا کنن هدف دیگه که ما به اون میرسیم میبینیم که بحث تعلیم و تسکیه و تلاوت کتابه در سوره مبارک جمعه دو در سوره مبارک بخرای 124 164 و آیات دیگه نقش رسولان را تلاوت تسکیه و تعلیم کتاب و حکمت میدانن وقتی که اینا را ما با هم دیگه جمع میکنیم ما به این نتیجه می رسیم که در واقع هدف ارسال رسولان تشکیل جامعه توحیدی است بند. تشکیل جامعه توحیدی که جامعه توحیدی با برپای قسط و عدالت است که جامعه توحیدی شکل می گیره و راهکار تشکیل جامعه توحیدی رساندن مردم به قسط و عدالت رساندن مردم به اون عبادت خالصانه خدا و دوری از تاغود اینه که با تلاوت کتاب خدا با تعلیم کتاب خدا تعلیم حکمت و تزکیه مردم به اون راهکار برسه بله استاد آن چرا که اهداف مثلا پیامبران بود یعنی تا بال به اون نرسیدن پیامبران یعنی منتظر باید باشیم که در آخر زمان کسی بیه و آنچه چرا که هدف پیامبران بود او در دنیا محقق میشه